عروسک ها هیچ وقت نگران زوالشون نیستن. همیشه یه لبخند روی لباشون هست که هیچ چیز نمیتونه محوش کنه. چشاشون که شبیه تیله های خوش رنگه همیشه میخنده. عروسک ها. دستای ما پیر میشن و باز عروسک با همون لبخند کودکیش میخنده. عروسک قشنگ من قرمز پوشیده، تو رخت خواب مخمل آبیش خوابیده. عروسک من چشماتو وا کن، وقتی که شب شد اون وقت لالا کن. عروسک من چشماتو وا کن، وقتی که شب شد اون وقت لالا کن. عزیز جون، بازم واسه عروسکم لباس میدوزی؟ آره عزیزم، به شرطی که الان بلند شی بری یه نقاشی قشنگ از عروسکت بکشی. آخه بابا که اصلا نقاشی منو دوست نداره. دیگه این حرفو نزنی دختر گلم، عزیز دلم. Thank you.
دخترم، هم من، هم مامانت، هم بابات کلی نقاشی های تو رو دوست داریم. عزیزم، حالا بلند شو بشین اینجا، یه نقاشی خوشگل از عروسکت بکش. بشین اینجا که نقاشی خوشگل کشیدی. آهان، یه برد بگم اینجا خالیه، یه نقاشی قشنگ بکش. یه دقیقه پشت خط موندی، ببین چه قشقرقی را انداختی. بله، کار مهم داشتم، صحبت مهم داشتم. ببین من همین الان دارم پوزخندتو میبینم که منو کار مهم. بله منو کار مهم. نکنه فکر کردی تمام کارای مهم دنیا زیر دست توه؟ بله. اصلا منم الان خورد نکن بابا، از حیف، حیف من. میدونی مشکل تو چیه؟ مشکل تو اینه که میخوای همه چی همون جوری باشه که تو میخوای. نخه؟ اصلا منظورم تلفن نیست، دارم کلی حرف میزنم. گوش بده، گوش بده. یه قوری زدی، باید تا آخرشو گوش بدی. چی؟ من؟ آره من بحثو کش میدم. گوش بده، گوش. الو، الو، گفتم گوش بده. الو، صد بار گفتم وقتی داری با من حرف میزنی حواست به من باشه. الو، الو، گوش بده. چرا دادی میزنی؟ داد چرا میزنی؟ آها، الان بهت میگم مشکلم چیه. مشکلم اینه که من میخوام کار کنم. آره، صد بار گفتم، بازم میگم میخوام کار. الو، الو، دختر گلم، عزیز دلم، خودتو ناراحت نکن. گل من، بیا بریم، بیا بریم تو اتاقت نقاشی بکش. ناخوناتو نخور عزیزم. اگه ناخوناتو بخوری تو دلت درخت ناخون در میادا. من دیگه بزرگ شدم، میدونم این حرف الکیه. ببین الهی من قربونت برم. ببین آدم بزرگا یه وقتایی با هم دیگه حرفشون میشه. خب من دوست ندارم حرفشون بشه. خب بچه ها نباید بترسن، ناراحت نباید بشن. میبینی که با هم دیگه آشتی میکنن، میگن و میخندن. نه عزیز جون، دوباره دعواشون میشه. خب تو نباید یاد بگیری تا وقتی که بزرگ بشی خودت هم وقت چی آروم حرف بزنی. نه عزیز جون، من یاد نمیگیرم. خسیس دلم. باز گفت کار دارم. آره کار خودم دارم، دوست دارم. دوره نمیشه که. البته خب راست هم میگه، کار داره. بله، همیشون کار داره، هم تو کار داری، من خانه دارم. تو نمیم تو کار من دخالت کنی. آره من دوست داشتم، کار خودم خودم هم دوست دارم. بله خیلی فضول شدی جدیدن و خودم دلم میخواد، هم کنم که دلم میخواد میکنم. به تو هم
من به همه شون زنگ زدم. آره 2 ساعت زنگ زدم. آره یعنی چی؟ زندگیه واقعا که فقط من شدم کلفتت، اونم عروسکت. آره خیلی زندگی آسون گرفتی، واسه تو عادیه. آره ولی واسه من و اون بچه سخته، یعنی واسه من سخته. اون همش قرقراشو به من میکنه. نه به تو داری مدام دعواش میکنی. تو گفتی دعوتی این شماها، باید دعوتتون کنم؟ شام حاضره؟ شام بیا که میخوام باهات حرف بزنم. مادر فکر نمی کنی باید یه وقت بیشتری برای این بچه بذاری؟ مادر اینجا چرا تاریکه؟ چرا چراغا نمیزنی؟ این چراغ خیلی وقت خرابه مادر. خب چرا به من نمیگی درستش بکنم؟ حرف یادت نره، الان برمیگردم. خب میگفتی مادر، گوشم با شماست. باید وقت بیشتری برای این دختر بذاری. مادر من چه کوتاهی کردم؟ اولا که از گل نازکتر بهش هیچ وقت همینجا صبر کن. دقیقا همینه دیگه، تو هیچ وقت هیچی بهش نمیگی. مادرش هم که مدام داره سر هر چیزی باهاش دعوا میکنه. خب منم که دارم باهاش یه خورده حرف میزنم، اونم که شماها هی به من میگین داری معلم بازی میکنی. پسرم این راهش نیست، به خدا این بچه گناهی نداره. آخه میگه چی کار کنم مادر؟ با زنت صحبت بکن، یه کمی تغییر روش بدیم. نسیم بچه یه حساسیه. آخه این چه گناهی کرده که به خاطر جر و بحثای دائمی شما دوتا قربانی بشه؟ یعنی میخوای میگین همه چی تقصیر منه؟ اگه عقیده منو بخوای مادر، تو هم تقصیر داری. خب بذار میترا بره کار کنه. ای بابا بودم که اومدیم سر خونه اول؟ مادر دیگه دور زمونه عوض شد. دور زمونه هم عوض بشه، من یکی سر حرفم هستم. روز اول یه قراری گذاشتم، میترام قبول کرده، پس دیگه نباید توش بحثی باشه. پس میخوایی بگی مور یه پاده به دیگاره؟ گل گفتی عزیز جو، مثل که لامپت سوخته. الان بر میگردم. شما یعنی شام نمیخوری؟ جدی میگی؟ سوخت. گوشی لحظه نگاه کن، اون که همیشه میسوزه. تلفنو میگم نمیسوزه، مزه میرسه. آره خب میگفتی. آره شد عزیزم. الهی من قربونت برم، خوابه بد دیدی؟ عزیزم قربونت برم. لالای لای لای گل لاله، پلنگ در کو چه می ناله. کار داری میکنی؟ دارم گوش میدم. آن سرمون رفت، حواست به رانندگی باشه. مرد که احمق، این چه طرز رانندگیه؟ اگه فقط یک نفر باش از این کار رو بکنی دیگه از این خفته نمیخواد. مگه تو مسئول عدم کردن آدمایی؟ چی کار میکنی برمان؟ نه پس مثل مرد سرم بندازم پایین، هر که از هر کار دیرش خواست بکنه. اون بچه تو ماشینه بهرام. اینقدر جیغ نزن، بذار کارمو بکنم. تازه رو اومدی.
جاده متنفرم. تو هم با این سبقتهایی که میگیری اصلا به منو خورد میکنی. ای بابا تو هم جون دوستی هم همه چی رو به شوخی بگی. آفرین به شما خانم جدی همه چی دوست. شناختی خواهرم؟ وای مرجان سلام. خوبی؟ مرسی شما خوبی؟ چرا بزرگ شدی؟ امون دابوده جوجه هایی آماده شد دونه خبر بده برین جا بکشم بچه ها بیا نهار. اگر پروانه نمیگفت نمیشناختمه. میشنا لیسانسشو گرفته داره واسه فوق میخونه. ماشالله ماشالله داشتم بهش میگفتم اگه نمیگفتی نمیشناختمه. میبینی چه لذتی میده برگاه رو تو آب در میاری؟ روزی که بهت گفتم پولی تو برده بیار اینجا زمین بخری یه ویلا درست کن گفتی نه من میخوام نمیدونم برم جنس وارد کنم. بد نیست اگه یه دستی بهش بکشی بهترم میشه. سرکوشی کجاش دست بکشه؟ در دیوارش بر باغچه‌اش درختی گلی چیزی بکاری. ببخشید درخت و گل مال بهاره الان فصل پاییزه حرف بزنه یما این حوض تو تمیز کنی بد نیست ها. حوض ببخشید حوض خونه شما اینقدره؟ باشه به جای این حرفو روزنامه رو بعد ببینو روشن شه. ببخشید زیاد کار کردی یا شرمنده خسته شدی؟ تو که روشنش کردی؟ ها بودم روزنامه بیاری بخونی بیکار رمونی. داوود نارسایی گوش داره چهار تا باغ اون طرف دست صدا ما رو شنیده ولی عمو داوود نشنید. بله آقا جوجه ها رو بیا جوجه ها رو فقط جوجه ها رو بیا گوجه هم بغلی افشاله اونا رو نزده عمو داوود یه چیزی هم خیلی چرا دو تا چایی آقا مرد بیا چه شما واسه من نسکافه بیار عمو داوود چه شما راست بیا برای نصف کافه رو بیا با تیره هنوش بخوره خیلی چیز دادم هنوزم میترسی ها ببینی درست نمیشی به خدا خیلی خوب کاری کردی اومدی کلک مامانم میگفت نمیخواستی بیای راست میگفت ای بابا سارا بیخیال دیگه تو هم حالا تو به جای این حرفا این اتاق یه دختره اینا رو جمعشون تو چیکار به اینا داری؟ اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ کی گفته بیا اصلا اجازه گرفتی اومدی اینجا پاشو برو دمپایت هم برداریم ما بابای من بعد از کافی دعوا میکنم به خاطر همین نمیخواستم بیام. خب تو به اونا چیکار داری؟ تو هم خیلی سخت میگیری حالا خودتون میبینی اصلا من به هم میریزن من نمیدونم چه اصراری دارن هر جا میرم میخوام منم با خودشون ببرم تو پیش ما باش من باید قول میدم کلی اینجا باید خوش بگذارم. بله آقا بیا دیگه پس کجایی؟ بده من شما زحمت نکش بفهم آقا شما یه حواستون میره پیه حرف زدن پشمی سوزون این را دوره خانم دعوا کنم یعنی خانم دعوا میکن باز خودش میگه بابا من خودم ده نفر رو دعوا میکنم بده من چی میگی؟ من خودم انجام میدم شما برو برو به خانوم بگو که برنج رو بکشی یواش یواش خانوم دعوات میکنه الان چه که خانومت هم خیلی حساب میبری تو اصلا مرد پیدا کن که از زنش نترسه ما جزء سازمان مززالیم مردان زنزلیل نکار خب اون هندونه هرم زحمت بکش بندازش با کاری دیگه نداری؟ چرا برو فعلا اینو انجام بده بهت میگم بندازم تو حوز حوزه بنده تو استخ ما به این میگیم حوز یبا اینم دوربینه جدید منه چرا قشنگه بگو خب بازش باش تازه خریدی؟ راستی عکس جدیدی چی چیزی خودتو بودی؟ بده ببینیم به سرم نشون بده آره
انتخابایی که اینا چه قشنگه. این باره آره چقدر خوبه اینجا. اینا رو خودت یادفتی؟ این بریش اینم خیلی خوبه. سام هر چی دوست داری بگو. همش خیلی قشنگه. خب حالا واسین یک صداتون بگیرم. آماده؟ گذرم ز نشان ز بلای زمان به دشت بی نشان گریزم. من بی سر و پا به دیار فنا به پای ناتوان گریزم. دوست داری بگو جون من راحت باش. آخ آخ سارا این چه اتاقیه؟ مگه تو مهمون نداری؟ بیا شربت بخوریم. براتون شربت آوردم. کجا رفتی؟ نسیم همینجوری اینجا نشستی؟ خب پاشو لباساتو جا به جا کن، یه آبی به سر و صورتت بزن. دیدی ورجانو زبان میخونه ماشاءالله. سلام. منم همینطور داشتیم با بچه ها حرف میزدیم. همینه دیگه ولت کنن همینجوری نشستی حرف میزنی. فرق کنه بچه های تو هم همینجوری هن؟ یا دارن با همدیگه حرف میزنن یا با تلفن حرف میزنن؟ باز شروع کردی؟ نسیم یاده بسر؟ شما هم همینطور نکشم خیلی میاد. اصلا نمیان خونه. باید دعوتتون کنیم هم. نه بس دعوت کنیم. دست درد کنه نسیم؟ اما خیلی لاغر شدی. از بس با تلفن حرف میزنی. جوجه کباب مردونه پز بخوری تا 14 سال دکتر نمیری. شایدم بیشتر. معطل نکنیم بفرمایید خواهش می‌کنم. من ببینید یعنی اگر این جوجه رو خوردین دفعه بعد گفتین بازم ما از اینا می‌خوام من میگم شرمندم این دفعه تکیم بری رستوران. بابا بری رو بغل دستت نشسته دیگه. همش مصطفی به انگلیسی چی میگن جوجه ها رو کمتر بخورید؟ فارسی هم بگیم ما حواسمون. میترا بیا بیا ببین اینا همه جهیزیه ساراست. از وقتی به دنیا اومده هزار تومن با بدبختی جمع کردم این جهیزیه رو براش خریدم. خیال خودم رو راحت کردم. الان که به سعید میگم یه چیزی کم داره پول بده بخرم، میگه پول ندارم از کجا بیارم؟ میخواستم چیکار کنم؟ گیشومات آفرین. حالا چی میگی سام که دانشمندا تحقیق کردن مغز خانم از آقایم کوچیک‌تره؟ خیلی بیخیالی. نگاه کن. صد بار به این نسیم گفتم اینقدر بلند حرف نزن.
اصلا گوشش بده کار نیستا. بعد تو میگی جهیزیه جمع کن. گیر نده به این بچه میترا. چه خبره نسیم؟ یکم آرومر بابا. گفتیم بزرگ میشین شما، ما یه نفسی میتونیم بکشیم. میترا تو اعصاب نداری؟ چرا سر بچه داری خالی میکنی؟ باز تو چرا بقیه با من اینجوری حرف زدی؟ آخه همه چی داری بهش راه برا گیر میدی؟ خودش زبون نداره؟ میخوام بدونم میترا جان چیزی نشده که، اتفاقی نیفتاده بابا. صدای بچه های من از بچه تو بلندتره. اینا که همیشه دوره هم نیستن، بذار یکم خوش باشن. من حرفی زدم؟ حرفی من نزدی. چیزی گفتم؟ من فقط گفتم یکم آرومتر. حرفی نزدی؟ راه برا داری میزنی تو زاق بچه؟ آقا بهرام اعصابمو خورد میکنه. خیلی خوب. اعصابمو خورد میکنه. خیلی خوب. بیا بریم. نسیم. نسیم. بهرام. چرا من هر وقت داوودو کار دارم صداش میزنی؟ داوود وقتی من کار دارم کار منو باید انجام بده. داوود کارگر تو تنها نیست. داوود کارگر این خونه است. من دارم پولشو میدم. از کجا میاری پول؟ پول من میدم تو بهش میدی. تو از کجا داری میاری؟ من نشستم تو خونه تو دارم کلفتی میکنم. کلفتی میکنی خانم؟ صبح داشتم. چی اینجا وسدی؟ بابا. بابا سر ما. برو تو اتاقت. بابا جان برو تو اتاق درم. بابا بکن میرم بابا اصلا من رو خوب کردی بابا. تو مهمونی ز شور داشته باش. من شور داشته باشم؟ تو شور نداری که شور داشته باشم. چهار تا مهمون درست رفتار میکردی آبرو داری. من شور نداره. به تو چه چی شده؟ بابا بود بینم مار تو اصلا پر بشه. برو تو اتاقت. برو تو اتاقت. تو بچه درست صحبت کن. نمیخوام صحبت کنم. تو اگه معرفت داشتی پشت در من تو اتاق نمیگفتی. هزار چه من هزار چه من جمع کردم. من گفتم به من پول بده، میخوام من جایزه بخرم. تو نبودی گفتی من ندارم. خوب کردم که گفتم. تو رفتی بهت میگم پول بده جایزه بخرم، میگی من ندارم. چون نمیدونم پولو چیکار میکنی. نسیم جونا ببخشید، تاکسی ما بود. مشکل نداره. ما باید بریم. هم تاکسی دو ما زهرمار آقا برو، فقط من صدا کردم بیا. چی چی؟ نه خیر من صدا اصلا. برو ساکتو به من برو دهاتتو. برو بدبخت تو لیاقتته. اول زندگی هیچی نداشت. هیچی هم نیستی تو، فقط توهم زدی. تو هیچی نیستی، اینو بفهم یادت باشه. خیلی بکن. خیلی بیمعرفتی. یعنی چی؟ سگ زندگیش بهتر از ماست. برام تو نمیدونی چه بدبختی رو دارم تحمل میکنم تو این زندگی. آروم باش سعید جان، آروم باش. سکته میکنی ها؟ روزی صد دفعه از خدا مرگ خودمو میخوام. با فکر شما خوش بکنم. نه برام تو سعید زندگیش بهتر از منه. خاک تو سر من بدبخت. خاک تو سر من. خاک تو سر من. چه سر من هر که میرسه منو خورد میکنه. جلو کس ناجه هست. خاک تو سر من. آروم باش. شد شما ها یه دفعه تاییدیم برمیم. خیلی بدبختم میترا، خیلی بدبختم. هیچ کس زندگی من خبر نداره. من رو خودم نمیارم، همه چی رو میریزم تو خودم. چند وقت بیکاره، دنبال کار نمیره. هرچی پس انداز داشتم همه رو تموم کرده. به من میگه تو آبرو من میبری. میترا تو صمیمی‌ترین دوست منی. من تا حالا به تو حرفی زدم. من تا حالا از زندگی میشه تو چیزی گفتم. میگه چرا خواهرت اومده مونده اینجا پیش ما؟ چند روز مرجان اومده؟ چی کار کنم؟ مامانم اینو شهر ازنن. این بچه کجا بفرستم بره؟ فکر میکردم فقط من تنها. سر صداتون که می اومد انگار من و بهرام بودیم که دعوا کردیم. باورم نمیشه. پیش کی مثل من بدبخت تنها نیست. نکنه به خاطر ما دعواتون شد. همچه زندگی بود همینه. مامان مامان نسیم نسیم چی شد؟ مامان
دختر شما حالش خوبه، ولی یه سری آزمایشات هست که حتما باید انجام بدید. ببخشید آقای دکتر، ما اینجا ساکن نیستیم، خونمون تهرانه. اینجا یا تهران فرقی نمیکنه، در هر صورت دختر شما باید این آزمایشات انجام بده، ولی خب الان جای نگرانی نیست. منتها پیشنهاد میکنم که از کنار چنین موضوعاتی سرسری نگذریم. با توجه به آزمایشاتی که انجام دادیم باید بگم که متاسفانه دختر شما به بیماری MS مبتلا است. MS؟ خوشبختانه ما خیلی زود پی بردیم به بیماری دخترتون. در حال حاضر داروهای بسیار مؤثرتری نسبت به گذشته تهیه شده که تا حدود خیلی زیادی این بیماری رو کنترل میکنه و حتی جلوگیری میکنه از پیشرفت اون. ببخشید خانم دکتر، یعنی با مصرف این داروها نسیم مداوا میشه؟ ببینید آقای خسروی، متاسفانه باید بگم که هنوز راه درمانی برای این بیماری وجود نداره. بیماری MS زوال تدریجی غلاف مینی باشد که مانند عایقی برای آکسون عمل می کند. نشانه این بیماری ابتدا بین 16 تا 30 سالگی آشکار می شود که تحت عنوان بیماری تصلب چنگانه و یا MS سوء می یابد و ناشی از تبایی غلاف مینی که منجر به کشکاری شدید اعصاب حرکتی می شود. بیایی مسکن و بخواه سرت بهتر بشه. اینطوری خودت رو از بین میبری. بچم اینطوری خودت رو داغون میکنی. نشتی دکتر چی گفت؟ ما الان باید به نسیم روحیه بدیم، نه اینکه خودمونو ببازیم. گوش نمیده. وقتی فکر میکنم میبینم چقدر باش فاصله داشت، الان که بیشترم شده. خدا رو شکر رابطش با مادرم خوبه.
ازش میخواییم که کمک بکنه. چقدر عزیزشون نصیحت میکنم، چقدر گفت گوش که ندادی. من بهت گفتم، چقدر بهت گفتم، چقدر بهت گفتم به این بچه در جا بشم بده. بهت گفتم به این بچه در جا بشم. یا گشتی من مقصر اعلام کنی؟ یه بچه هم یه بار حرفا گوش بده. آرومتر، نمیخوام صداتو بشنوم. بحث سر اینه که مقصر کیه؟ راست چون دستم رب نمیخوام نصیب چیزی بشتم میله بچه همه چیو میدونه لب به قصد نمیزن خودت مسلط باش بهش زمان بده تا خودش کنار بیاد باشه باشه بر تو هم منو سرزنش کن. آره بگنم دوستی زنگ زنم باید درد و دل میکنم. کار همه تون همین شده، همه تون نمک رو زخم من بپاشین. خب حالا چرا ناراحت میشی؟ مگه چی گفتم؟ ها؟ نه به دل نگیر، باور کن اعصابم خیلی خورده. نسیم جان، بابا یکم آروم باش، باید با هم صحبت کنیم. من دارو نمیخورم، من چیزی نیست، دکترها هیچ حالشون نیست، من خودم میدونم هیچی نیست، خودم میدونم هیچی نیست. چطور تو الان یادت رفته بود بچه داری؟ حالا که مریض شدم یادت افتاده؟ برو بیرون، نمیخوام تنها باشم. برو بیرون. باشه بعدا با هم صحبت میکنیم. باشه باشه. خیلی سعی کردم باهاش حرف بزنم، نه گوش میده نه داروشو میخوره، یه ریزم داره داد و بیداد میکنه، الانم نشسته داره گریه میکنه. میدونستم میدونستم، یک ساعت و نیمه رفتی تو اون اتاق حرف میزنی، آخر چی؟ هیچی. بفرما بفرما، برو ببینم چیکار میکنی. میرم. بفرما. معلومه که میرم. میترا میترا صبر کن صبر کن، بذار یکم تنها باشه، من خودم باهاش حرف میزنم. چقدر صبر کنم هی میگی صبر کن صبر کن صبر کن، که نمیتونم، خسته شدم، بچه‌م داره جلوی چشم پر پر میزنه. Thank you.
سلام. سلام. این دختر خانم مال این خونه است؟ بله. شما پدرش هستی؟ بله. بیشتر مراقب دخترتون باش. بله حتما. خداحافظ. خداحافظ. بی برتو. نسیم جان، مامانم، قربونت برم الهی، نسیم درو باز کن، نسیم درو باز کن آخه. نسیم چه کاریه میکنی؟ نسیم سرما میخوری؟ میدونی تو این 3 ساعت ما چی کشیدیم؟ برای چی این کارا رو میکنی آخه؟ برات حوله آوردم، بیا مامان جان. بیا مامان جان، نسیم، بس کمکت کنیم، دختر من، خانومم، دنیا که به آخر نرسیده که برای من رسیده، 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 شما جای من نیستین که بفهمین، شما هیچ کدوم نمیفهمین. من و مادرت کنارت، ما از پسش بر میاییم، تو فقط یکم آروم باش، تو دختر عاقل و صبور بابایی. من نمیخوام عاقل باشم، دیگه نمیتونم صبور باشم. فکر میکنی من بچه‌ام؟ فکر میکنی من نمیفهمم؟ به خدا بازم هم زخده. نسیم اگه عزیزو دوست داری جون عزیز بیا بیرون. اگه من و بابا تو دوست داری درو باز کن. نسیم درو باز کن نیگه، عذاب نده، درو باز کن. نسیم من نمیخوامش که کمکم کنه، من تنها، تنهای تنها، یه حس تنهایی دارم، یه حس ترس، مثل بچگیام که میترسیدم. مثل بچگیات که از تاریکی میترسیدی و صدام میکردی؟ بازم صدام کن، من پیشتم. ماما در باز کن، سردمه، خیلی سردمه. در باز کن هستی، در باز کن. مامان بزرگ دست و منگاه مال خودم نیست. لای من قربون این دستت برم عزیزم، دستای من مال تو. خدای فدات شم تو بخور عزیزم، الان دیگه میرم مادر. خیلی شلوغ کردن نذاشتن تو درس همشو حفظ میکنم، نگران نباش. خب عزیزم صدام بهش بدم، تازگی های قرصایی اومده که خیلی خوبه برات. شام تو بخور، چیزی لازم داشتی من صدا کن. خب مادر قربونت. Thank you.
نسیم جان درو باز کن. آخه چرا انقدر لجبازی میکنی؟ مگه تو قول ندادی؟ به عزیز جون قول ندادی لجبازی نکنی؟ بابا امروز وقت آمپولته. نسیم تو انجمن که شرکت نمی کنی، به حرف مشاورت هم که گوش نمیدی. آخه چرا با ما اینجوری می کنی؟ عزیز جون نباش. اصلا میدونی چیه؟ میریم یه فیلم خوب میبینیم، شبم شام میریم بیرون. چطوره؟ من میخوام شه عزیز جون باشم. باش، هرچی دختر خوشگلم بخواد. نسیم جان زشته، یه لحظه بیا بشین و بلند شو برو. نسیم جان چایی نمیخوای بیاری؟ ببخشید. خیلی خوش اومدی. بفرمایید. عکسشو ببین. فقط یه دقیقه بیا و برگرد. بین من و عزیز جون کدوم اون همدم و یکی بود؟ اون با من مدارم کرد یا من تنهایی رو مداوام کردم؟ هرچی بود هر همه هم حوسته بود. بابا جون چرا اساتو تو مغازه جا گذاشتی؟ اصلا ببینم چرا اومدی؟ مگه چیزی نمیخواستی؟ نه عوضش من کلی چیز خوب با سلیقه خودم برات کردم. حالا فهمیدم دخترم چرا اساشو تو مغازه جا گذاشته. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه نیازی به اسا نداره، حالش خوب شده. میشه بریم خونه؟ خیلی خستم. به روی چشم دخترم.
امشبو که یادت نرفته تولد میناس. من حوصله عمه رو ندارم، من نمیام. نمیشه. این دفعه مخصوصا خود مینا زنگ زد، گفت دلش برای تو خیلی تنگ شده و دوست داره حتما تو رو ببینه. نگاهشون آزارم میده. بی خود موضوع رو گنده نکن، دیگه خبری از مریضی نیست که. اینا همش برداشتای خودته. به نظر من که تو یه دختری هستی با یک شخصیت مستقل، همان برای شخصیت مستقل تو ارزش قائلن. چیه؟ این حرف رو مشاورم بهت یاد داده؟ باز شروع کردی؟ باشه میام، برم دیگه دیرم شد. کی از دانشگاه برمیگردی؟ تا ساعت 5 خودم میرسم. داروهای عزیز جون یادت نره. باشه. ز پس پرده این شب غم افسا شد عیان روی سحر چون نقش رویا، نشد از دید نهان مه و ثریا، مه افسونگر من شود هویدا. چون نهان خانه ی جهان ز غم رمیده، رنگ رخ سبز رخ افق پریده، ریشه در ظلمت شب زن از سپیده، شب تنهایی من به سر رسیده. زین پس من از او جدا نباشم، لا 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 لا. شاد است نگهش شرا نباشم، لا 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 لا. ای فتنه بیا که مرغ شب پر زد، شب شو سپری سپیده دم سر زد، خورشید نهان از آسمان سر زد، لا 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 لا. عهد من و تو در آسمون بسته، دانی که خدای عاشقون بسته، دل با تو قرار جاودان بسته. خواهشی برم خانم بزاری، قربان شما، زنده باشین. نعیم برو حافظ قدیمی رو بیار، میخوام بدم نسیم جون برام تفعال بزنه. چشم. که شد محرم دل در حرم یار بماند، بانک این کار ندانست در این کار بماند. اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفته بود. میگه مالا یه خانم دکتری بوده باهاش میرفته مطب و میماده، فقط مطبش بندر عباس بود. آقا سعید چقدر بیمزه بود. جون که دیگه خانم بزرگ. نوشو بیادتون. مرسی، من نمیخورم. چرا؟ هیچی همینطوری برای خوب نیست. من ایلیام، از دوستای نعیم، شوهر دخترم بهتون. چه جالب، تا نایده بودم اینطوری. آخه من تازه از هلند اومدم، امشب هم خیلی اتفاقی تماس گرفتم با نعیم جان، گفتش که تولد همسرش. منم راستیتی زیاد در این تعارفای ایرونی نیستم، تا دعوتم کرد اومدم. شما خیلی قشنگ حافظ میخونید. ممنونم، نظر لطفتون. با شعرهای شعرهای دیگه هم آشنایی دارین؟ مثلا شهریار؟ نه زیاد متاسفانه.
من سه تا شاعر محبوب تو زندگی دارم. پیمان ملکی، مهرنوش عبدی منفرد و شهریار. شعرهای ترکیش هم خیلی دوست دارم. مخصوصا حیدر بابا. استراقسم کار درستی نیست. آره خیلی کار درستی نیست. خیلی خوشحالم. قربان شما. این چیزی که اوکی هست نده. قربونت. شما چه جون هستی؟ از اینکه نکردم. قابلای خورشید خوندی؟ نه. کتاب خیلی محجوریه. حالا دوست داشتم یه فرصتی پیش بیاد میتونستم چند تا از شعراشو براتون بخونم. خیلی خشه. ببخشید. این قرصه زنده دادم. آقای تیموری، دخترداری من خیلی عزیزه ها. بله مشخصه. سعید جان، چیزی کم نداری؟ این موضوع بخوریم دیگه همه چی ردیم. دایی جان، نمیخوای بسات کیک ها آماده کنی؟ داری دیر میشه؟ جان. پدرتونه؟ بله. باج عزبه شما ادبیات خوندی؟ نه من عکاسی خوندم. البته شعر و اینا خیلی قشنگ میخونی میگه من خیلی علاقه مندی داره به ادبیات علاقه مندم ولی تو دانشگاه عکاسی میخونم. شما چی؟ من شرق شناسی. شرق شناسی؟ توی کشور دیگه شرق شناسی؟ اشکالش چیه؟ چی؟ همینطوری فقط برم جالب بعد روزگاره دیگه. بکنم کیک هم آوردم. بله بله مبارک باشه. ما این میدونستیم جوری قصد کمتر میخوردیم. الو سلام. خوبین مینا خانم؟ ممنونم. من ایلیام. زنده باشین. تشکر. غرض از مزاحمت شما گفتیم که دخترداییتون تاریک خونه داره. درسته؟ عالیه. من یه حلقه فیلم داشتم میخواستم البته اگه زحمتی نیست اینو واقعا ممنونتونم. بله اجازه بدید من یادداشت بکنم. یه لحظه گوشی گوشی داشته باشه. یه لحظه. بله 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 ممنونم. پس شما یه ببخشید پس شما یه محبت بکنین با ایشون تماس بگیرین هماهنگ باشن دیگه. آره که من براشون بفرستم. واقعا ازتون ممنونم. جبران میکنم. سلام برسونید. خداحافظ.
سلام قربان تو. ای شکر خدا منم بد نیستم دیگه. افتاد برای اوایل هفته آینده. هول هولی شد این دفعه. انشالله سر فرصت یه بار دیگه میام. حق داری، حق داری، میدونم. من هنوز به خیلی ها نتونستم سر بزنم، باور کن. آقا غرض از مزاحمت، خواستم ببینم که میشه برای فردا یه قراری یا هماهنگ بکنیم که حالا یه صحبتی باشه. و سلام قربونت برم. بچه ببخشید دیر کردم. نه بابا نایم چند جا کار داشت، رفتم کارا رو انجام دادیم اومد. مستی عکس رو آوردی؟ آره. دستت درد نکنه. بفرمایید. هر چی داشتم آوردم، فقط نمیدونم به دردتون میخوره یا نه. خیلی ممنونم، افتادین تو زحمت، ببخشید. نه خواهش میکنم، چه زحمتی. فقط اگه وقتی بیشتر داشتم میتونستم آرشیو بهتری از عکسای بنای تاریخی براتون تهیه کنم. بله میدونم، این مشکل منه. من امتحاناتم داره شروع میشه دیگه، دارم تون تون مشقامو مینویسم. این داداش ما همیشه همینطوری بود، همسایه یاری کنید و این صحبت‌ها. از شما درد نکنه. بروم میگم شب امتحانی بود دیگه. آقا قبول، هر فرق جواب نداره، ما تسلیم. من این عکس‌ها رو داشتم، فقط تا فردا پس فردا میتونم عکس بیشتر از بچه‌های هم کلاسی براتون بگیرم. اگه این اتفاق بیفته که واقعا ممنونتون میشم. لطف بزرگی میکنی. ببخشید دیگه افتادی تو زحمت بچه‌ها همتون، من شرمنده‌تونم. ای بابا این چه حرفیه میزنی؟ شما هم مثل داداشا نیم. شرمنده به خود، بازم شرمنده. چه زود میگذره ها. همه چیشو گرفته ها؟ ماشین لباسشویی و ظرفشویی و... ای من قربونه دختر خوشگلم برم عزیزم، بیا قرصاتو برات آوردم که بخوری. نسیم جون میدونی که هیجان فعالیت برات زیاد خوب نیست عزیزم. من که جایی نمیرم. من نگرانتم. این پسر ایلیا اصلا زیر سر میناست. آخه مگه اون نمیدونه که تو نباید زیاد خسته بشی؟ به مینا چه ربطی داره؟ من خودم تو مهمونی خونه عمه به ایلیا قول دادم که هر وقت خواست کمکش کنم تا موقعی که تو ایرانه. آخه من دلم میخواد که تو زیاد مراقب خودت باشی. یعنی من خودم تو خونه زندانی کنم؟ نه دختر گلم، ولی ببین امروز حالت بد شد عزیزم. باش الهی من فلت شد، قربونت برم. بله سلام، خوبی مینا جا؟ آره عزیزم گوشی. نسیم جان میناس. بله سلام. یه لحظه گوشی. عزیز جون میگم ماشاءالله روحیش خیلی بهتره. نه خدا رو شکر بهتره، منم که همش براش دعا میکنم خدا خودش شفاش بده ایشالله. خواستم ببینم فردا میتونم بیام دانشگاه دنبالت، کار مهمی باید دارم. آره بابا صابی بفرمایید. ببین یه کتاب فروشی اینجاست، من میخوام چند کتاب برای پایان نامه هم بگیرم، زود برمیگردم. آخه خیلی خوب، فقط زود برگردیم. بابا میدونم چه کتابایی میخوام، زود میای. فقط زود بیاین، ما منتظرتون میمونیم. نه خدا رو شکر خرید کیف و کفش نیست، زود برمیگردیم. نعیم
نه اینجا فقط سنتر دیگه. بفرمایید. این چه قرصیه که شما میخورین؟ سردرد. دکتر تجویز کرده؟ نه مسکنه، یکم سرم درد میکنه. راستی این همون عکسی که بهتون قول داده بودم. آه دستتون درد نکنه. حقیقتش من میخواستم درباره یه موضوعی با شما صحبت کنم. من به رسم و رسومات اینجا آشنام، ولی قبل از هر چیز برام مهمه که نظر خودتون رو بدونم. در چه موردی؟ در مورد ازدواج. من حرف بدی زدم، بی‌ادبی کردم، شما ناراحت شدید؟ نه نه. البته نمیخوام همین الان خیلی سریع به من جواب بدین، من منتظر جوابتون وای میستم. ولی اگرم در مورد خانواده‌ام میخواییم بدونین، نظر اونا با این وصلت مثبته، البته اگر نظر شما مثبت باشه. من الان برمیگردم. حالتون خوبه؟ آره آره خوبم. الان برمیگردم. اگه حالتون خوب نیست؟ به به دستت درد نکنه عزیزم. نسیم جان تو باید مریضی تو به این میگفتی. نتونستم ولی عزیز جون تو این 4 ساله لرزش دستام خوب شده مگه نه؟ نسیم جون دختر عزیزم تو دختر قوی و تو این مدت سعی کردی که عاقل و واقع بین باشی و از حقیقت فرار نکنی. الهی من قربونت برم، اون حق انتخاب داره، تو باید براش حقیقت رو روشن کنی. درسته که ظاهرن این بیماری خودشو نشون نمیده، ولی عزیزم با یه فشار عصبی دوباره به سراغت میاد. تو باید قوی باشی، میدونی که زندگی دیگه کاریش نمیشه. مگه لرزشام معلومه؟ آخه اینطوری که اون میره. با خودت این کارو نکن عزیزم، تو چشمای ترست نگاه کن و پیش برو. به هر حال اون مریضی تو میفهمه عزیزم، قوی باش. الو سلام مینا، میخواستم راجع به موضوع مهمی با صحبت کنم. حتما میدونی که ایلیا ازم خواستگاری کرده. میخواستم باهاش صحبت کنی چون اون چیزی راجع به مریضی من نمیدونه. فکر کردم این پنهونکاری عادلانه نیست. میخوام بهش بگی که فکراشو بکنه، اگه هنوز پای تصمیمش بود بیاد با مام بابام صحبت کنه.
تمام ماجرا همینی بود که براتون گفتم. کشل آقای خودش به میگفت. تو هم درکش کن، یه گفتنش برای شوهرت بود از مینا نمیخواست که برات بگه. برحال ممنون که بمید. حالا جوابتون چیه؟ جواب؟ نمیدونم، یعنی لااقل تا الان نمیدونم. باید بهش فکر کنم. ولی کسی فکرشو نمیکرد کار به اینجا بکشه، وگرنه خودم از اول بهتون میگفتم. بهش فشار نیار، صحبت یه عمر زندگیه، بذار خوب راجع به همه چیز فکر کنه. ولی کاش همه چیز یه جور دیگه بود. ببینید، نسیم دختر حساسیه، منم نگرانشم. جوابتون هر چی که هست، امیدوارم شرایط نسیم رو در نظر بگیریم. یه داداش خوب راجبش فکر کن. بریم کاش پس کنم. تو هم از ما نبودی، آن که ذات درد را باید صدا باشم، و یا با من چنان هم سفره شب باید از جنس من و عشق خدا باشد. تو هم از ما نبودی. زوریه نیست میرا، دلم خیلی گرفته. انگار بچه شما به حقیقت بازی کنم که تو همه این سالا نخواستم ببینمش و نهیدمش. خودتا نواز غار بود. تو دختر قوی و محکمی هستی، این همه تلاش کردید، با مشکلات از کنار اومدید، اون نقطه ضعفات کار کردید. نسیم جون، زندگی خیلی آدم ها رو قسمت و تقدیره که رقم میزنه. هر چقدر بخوای پاش بجنگی بیشتر احساس ضعف و ناتوانی میکنی. ما آدم ها هر وقت تو زندگیمون گیر میفتیم، یه جوابی برای یه خروار سوال بی جوابمون پیدا نمی کنیم، همه چی میندازیم گردن قسمت تقدیر. هی یه درخت به بار نشست یا میوهش دلخواه ما نبود، باید برگردیم به اون روزی که باغبون داشت دونه رو تو خاک میکاشت. Dale, dale.
زنگ بزن اورژانس. نسیم، نسیم جان، نسیم مامان جان. الو اورژانس، من بهرام خسروی هستم، دخترم بیهوش شده. نسیم جان، ماما نامه داری. ایلیا، عروسک‌ها هیچ وقت نگران زوالشون نیستن. همیشه یه لبخند روی لباشون هست که هیچ چیز نمیتونه محوش کنه. چشاشون که شبیه تیله‌های خوش رنگه همیشه میخنده. عروسک‌ها، عروسک‌ها، دستای ما پیر میشن و باز عروسک با همون لبخند کودکیش میخنده. نسیم جان، ماما نمیای؟ عزیزی ساعت منتظرته. بیا دیگه ماما، باشو بیا ماما.
نسیم جون، دختر عزیزم، دختر گلم، دیدی عزیز جون رفت، دیدی نموند. اون برای تو نیومده بود که بخواد برای تو بمونه عزیزم، اونم حق انتخاب داشت. من چی؟ من حق انتخاب نداشتم که این همه بدبختی و این همه فجر رو انتخاب کنم. یای من قربونت برم دختر نازم، صبور باش و امید تو از دست نده. من میخوام برم خونه خدا، برات کلی دعا میکنم و از خودش میخوام که شفات بده عزیزم. انشالله. شربتی تو بخور. خیلی سخته دختر بزرگ، سعی کنه امید تو از دست نده، محکم و استوار باش دخترم. الهی من قربونت برم، امیدوار باش. قربونت برم. نه الهی من قربونت برم عزیزم. نسیم جان، نسیم بذار کمکت کنم، بذار ما با هم بری. ها نه خب چه اشکالی داره آخه، با هم دیگه بریم. ها نسیم خب بذار خیالم راحت باشه. نسیم جان، بابا میخوای برسونمت؟ میخوام خودم برم، بعد کمپ عادت کنم. Thank you.
بشه.